حکومت از تعهد ناتو بر حمایت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان استقبال کرد. ریاست جمهوری میگوید کمک جامعه جهانی از نیروهای امنیتی افغانستان میتواند مؤثر واقع شود. همزمان با این یک مقام نظامی آمریکا گفته که هیچ تضمینی وجود ندارد که تجهیزات نظامی آمریکایی در دسترس طالبان قرار نگیرد. آگاهان سیاسی هم میگویند آمریکا در حال فرار از افغانستان است. یک روز پس از آن که دبیر کل ناتو اعلام کرد آنها به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و پشتیبانی مالیشان ادامه می دهند، حالا این موضوع با استقبال حکومت افغانستان روبرو شده. ریاست جمهوری می گوید بدون شک این کمک ها می تواند به نیروهای امنیتی روحیه ببخشد و مؤثر واقع شود. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با روحیه وطن پرستی از وطن دفاع میکند، با تداوم و تقویت حمایت‌های مالی و تکنیکی شرکای استراتژیک بین‌المللی قوی‌تر از گذشته عمل خواهند نمود. ناتو هنوز هم می‌خواهد که حکومت در یک حالت دفاعی پای بر جای نگاه کند. به او دلیل است که کماندوها را می‌خواهد که تربیت کنه و مصرفش را بپردازه. و این مهم است. با این حال آگاهان سیاسی اما میگویند آمریکا بدون در نظر داشت شرایط در حال فرار از افغانستان است و نشست استانبول هم در سایه خروج عجولانه و ماجراجویی آمریکایی ها سبوتاژ شده. میدان جنگ گرم شده و دو طرف ادبیات جنگی استفاده میکنند و آمریکا هم بدون در نظر داشت شرایط افغانستان فرار میکنه و رقابت‌های منطقه‌ای شدید شده بران کنفرانس استانبول یا دایر نمیشه و اگر دایر هم شود هیچ نتیجه نداره. از سوی هم اخیراً یک مقام نظامی آمریکا گفته هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تجهیزات آنان در دسترس طالبان قرار نگیرد. هیچ تضمینی در این مورد که تجهیزات آمریکایی در دسترس طالبان قرار نگیرد وجود ندارد. با این حال شمار دیگر به این باور هستند که نیروهای امنیتی توان دفاع و مقابله در برابر مخالفان مسلح را دارند، مشروط بر این که این نیروها از جانب جامعه جهانی تمویل و تجهیز گردد. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با دکتر عبداللطیف نظری آگاه مسائل سیاسی. با طرح این سوال که شدت گرفتن حملات طالبان و تسلط آنها بر چندین ولسوالی را در یکی دو هفته گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر میرسه که طالبا با آغاز خروج تدریجی سربازان آمریکایی و ناتو از افغانستان با اعتماد به نفس بیشتر و انگیزه بیشتر تلاش میکنه که در حوزه میدان پیروزی های را به دست بیاره تا در حوزه دیپلماسی و سیاسی بتونه در واقع امتیاز های را به دست بیاره. من فکر میکنم که از یک سو با توجه به مشکل ساختاری که در حوزه امنیت افغانستان وجود داره و از طرف دیگه با توجه به این که نشست در واقع صلح افغانستان به ویژه نشست استانبول هنوز آیندهش مشخص نیست. بله. من فکر میکنم که طالبان فرصت به نفع خود استفاده میکنه و تلاش خواهد کرد طی روزهای آینده و هفته‌های آینده که شدت جنگ را بیشتر بسازه تا به طرفهای مختلف از جمله آمریکایی ها و حکومت افغانستان ثابت بسازه که طالبان این توان و ظرفیت داره که بتونه از نظر نظامی فشارهای بیشتری را بر کابل اعمال بکنه و در نهایت این فشارها باعث شود که حکومت افغانستان تمکین بکنه به خواستهای طالبان و حاضر شود که روند صلح افغانستان با شتاب بیشتری دنبال شود. بله. آقای نظری، ولسوالی هایی که سقوط میکنن دلیل اصلی اون نرسیدن کمک و اکمالات نیروهای مستقر در اونجاست. حالا این سوال پیش میاد که چرا حکومت از نیروهای مستقر در این مناطق حمایت نمیکنه تا از سقوط ولسوالی ها جلوگیری شود؟ خب چند تا مشکل وجود داره. یکی به نظر من مدیریت عالی در سطوح مختلف امنیتی دچار مشکل است و افراد شایسته و نخبه و متخصص و کاردان و آشنا با مسائل استراتژی امنیتی در رأس کار قرار ندارد. بله. زدوبنهای سیاسی باید که افراد ناکارآمد متولی امور امنیتی افغانستان شود. دومی که به نظر میرسه یک نابسامانی کلی در ساختار سیاسی افغانستان حکم روایی میکنه
هر روز شوراهای مختلف تشکیل میشه و مسائل مهم و کلیدی که بحث جنگ است همچنان در حاشیه قرار گرفته. هدف اصلی است که چطور بتانه کسانی که فعلا حکومت در اختیار خود داره همچنان تداوم ببخشه روند و بقای حکومت برشان اولویت داشته باشه. بنابراین مسائل دیگه من فکر میکنم که در حاشیه تحولات قرار گرفته. و سومم که دیدگاه بدبینانه است است که ممکنه معاملات در پشت پرده صورت گرفته باشه تا به تدریج زمینه فراهم شود که در واقع نقطه های خاصی از افغانستان در تصرف طالبا قرار بگیرد. مجموعه روانها باعث شده که شک و تردیدی در ارتباط وجود داشته باشه و شکل بگیره در افکار عمومی که میتونه پیامدهای بسیار مخربی را برای آینده ثبات سیاسی و ایجاد شکاف و فضای بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت در پی داشته باشد. بله. آقای نظری، شما از معاملات پشت پرده سخن زدین. حالا برخی هم به این باور هستند که آمریکا آمدانه می‌خواهد که وضعیت به سمتی بره که طالبان بر مناطق حساس کنترل پیدا کنند. دیدگاه شما در این مورد چی هست؟ خب واقعیت مسئله است که پرتنش سازی خروج آمریکا از افغانستان یک سناریوی بسیار جدی هست. این چند پیام را میتونه به مردم افغانستان منتقل بکنه. پیام اولی است که بدون حضور آمریکایی‌ها افغانستان ممکنه به طرف ناامنی و بی‌ثباتی کشیده شود. بله. تا مردم با دیگه در واقع خواستار تداوم حضور ایالات متحده آمریکا به انواع و صورت‌های مختلف در افغانستان شود. دومی که در واقع پرتنش سازی خروج به این معناست که ممکن است زمینه بازگشت دوباره آمریکایی ها فراهم باشه یا فراهم شوه و مقدمات چیده شوه که یک روز اگر آمریکایی ها خواستن به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک افغانستان بار دیگه به افغانستان بازگرده و کشورهای مختلف منطقه را رصد بکنه، این زمینه برش فراهم باشه. نقطه سوم به نظر میرسه که میتونه فشار بر دولت افغانستان باشه که حکومت افغانستان تمکین بکنه به خواستهای ایالات متحده آمریکا و در نهایت پروسه صلح افغانستان آنگونه که مد نظر آمریکاست به پیش برده شود و حکومت کابل در برابر خواستهای آمریکا مقاومت نکنه. مجموعه این سناریوها میتونه با توجه به روند فعلی افغانستان قابل تحلیل و ارزیابی باشه. گفتگویی بود با دکتر عبداللطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی.